استرس، ناراحتی کبدی، غلظت خون و ضعیف بودن ساختار خون باعث تنبلی تختان میشه. قبلا هم توی پست دیگه واسهت گفتم خوردن مداوم اردشیره هورموناتو کلن ضعیف میکنه و تخمدان هم مجزا نیست از این قضیه. 10 روز ناشتا یه استکان عرق رازیانه میخوری، این کمک میکنه که هورمونت که تخمدانت با اون هورمون کار میکنه تقویت بشه. حالا یه موقع هست که یه خانومی هورموناش نامتعادله، عرق خارخاسک هورمون هاتون رو متعادل میکنه. اینم میتونید یه لیوان یا یه نصف لیوان به مدت 2 هفته هر روز صبح ناشتا بخورید تا مشکلتون برطرف شه. بادکش تخمدان که محل بادکش تخمدان رو تو استوری برات میذارم، حتما برو نگاه کن. بادکش تخمدان باعث میشه که خون رسانی به منطقه جهاز تناسلیتون افزایش پیدا بکنه، کارکرد تخمدانتون افزایش پیدا میکنه، بهتر میشه. امکان داره یه تخمدانی ضعیف باشه اما سر وقت پریود بشه ولی درد شدید داشته باشید. این یه خود غلط انداز، نیاز به تخصص داره که یک فرد حاذق کمک کنه، راهنماییتون بکنه که متوجه این موضوع بشید. و کسانی که یه همچین وضعیت دارن، احساس میکنن شاید تخمدانشون ضعیف باشه و تخمک گذاریشون ضعیف باشه، میتونن این چند تا کار رو انجام بدن. هم هورموناشون متعادل میشه، هم کارکرد تخمدانشون تقویت میشه و دچار یائسگی نمیشن. الان یائسگی زودرس خیلی زیاد شده، البته تو طب سنتی قابل درمانه. یه چیز حدوده اگه خیلی شدید باشه 6 تا 8 ماه طول میکشه، اگر تازه شروع شده باشه میشه کمک کرد که مشکلشون رو ظرف 1-2 ماه برطرف کرد. کسانی که یائسه میشن زودتر از موعد هم اگر سنشون خیلی بالا نرفته باشه خیلی راحت میشه کمکشون کرد. اگر سنشون خیلی زیاد شده باشه، مثلا نزدیک 47-48 سال باشن و بخوایم کمک بکنه، طب سنتی بخواد کمک بکنه که یائسگیشون برطرف بشه، دوباره دوران پریودشون شروع بشه، این حتما باید تحت نظر باشن. خطرناکه چون امکان داره مشکل قلبی براشون به وجود بیاد. دمت گرم و بزن این زیر، سیو کنید، شیر کنید. الگوریتم اینستاگرام تغییر کرده.